أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. اسرار الهی دو قسم است. بعضی از اسرار الهی را هیچ کس نمی فهمد. حالا انسان‌های کامل که فانی در اون مقامن حساب خاص خودشون دارند. وگرنه مؤمنان عادی اینها نمی فهمند. بخش دیگری را اوحدی از مردان با ایمان می فهمند. در جریان یوسف سلام الله علیه اسراری است که بخشی ممکن است معلوم کسی نشود، اما بخشی از اون را اوحدی مردان با ایمان میفهمند، گرچه بسیاری از مردم از فهم این اسرار محرومند. این که فرمود والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این که در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی اقلی میفهمند، اکثری نمیفهمند. مطلب دیگر آن است که بعضی از اسرار مربوط به فرشته هاست یا سماوات است یا تخوم ارض است، دریاهاست، حیوانات است، گیاهان است، معادن است. اینا را ممکن انسان نفهمد، اما بعضی از اسرار مربوط به خود انسان است و در درون انسان ظهور میکند، نهادینه میشود، خود انسان با او رشد میکند و انسان احساس میکند که در تحت تدبیر دیگری است. این گونه از اسرار را مردان الهی میفهمند. این که فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی اهل تقوا بود در هیچ جا نمی ماند، در مشکلات نمی ماند، هر جا برای دیگران تنگنا باشد برای ایشون وسیع است، ما اینها رو از هر خطری می رهانیم. و یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این جزء اسرار کار است. ممکن است همین شخص با تقوا اسرار مربوط به آسمون ها، ستاره ها، دریاها اونها رو به خوبی نیابد، اما اونچه که مربوط به جان خود اوست اون را به خوبی میابد. بنابراین بعضی ها که خودشون رو فراموش کردن، نسو الله انساهم انفسهم، گرفتار انسای الهی شدن، اینا هم فهم اسرار بیرون محرومن، هم از فهم اسرار درون. همون چه درباره موجودات دیگر میگذرد غافلن، همون چه که مربوط خودشون است. اما مردان با تقوای الهی ممکن است از اسرار بیرون با خبر نباشند، اما اون چه در درون خود اونها میگذرد این را کاملا با خبرند که براشون روشن شده است و روشن میشود که دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند. راه‌ها بسته است، هیچ کسی به فکر او نبود، فقط خدا او را در نظر داشت، مشکلش حل کرد. بنابراین اوحدی از انسان ها از برخی از اسرار با خبرند، گرچه اکثری مردم از اسرار الهی بی خبرند. تو این اوحدی هم کسانی یافت می شوند که گذشته از اینکه از اسرار خودشون با خبرند، اسرار عالم را هم مطلعند که چه در عالم گذشت، چه در عالم می گذرد، چه بخش حیوانات، چه بخش معادن، چه بخش موجودات آسمانی، تا برسیم به اون انسان کاملی که بفرماید سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق السماء اعلامنی به طرق الارض. پس این که فرمود ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این یه تشویقی است که اقلی ممکن است بفهمند.
حالا اقلی ممکن است بفهمند، انسان جزی اون اقلی باشد که میفهمد. مطلب دیگر همان است که تو بیانات نورانی است، همین سلام و دعای تو نهج البلاغه است، که گرچه خدای سبحان کنه ذات خود را مقدور کسی نکرد که بشناسند، لم یطلع العقول به تحدید صفت ذاتش یا صفات عین ذات است، لکن ولم یحجبها عن واجب معرفته، اون مقداری که لازم است اون رو محجوب نکرد، یعنی کسی محجوب و ممنوع نیست، میتواند با برهان عقلی یا با مشاهدات تزکیه و تهذیب نفسی اون را بفهمد یا بیابد، مازاده بر اون که مقدورش نیست مورد تکلیف هم نیست. لم یطلع العقول به تحدید صفته و علی تحدید صفته، یک، ولم یحجبها عن واجب معرفته، اون مقداری که لازم است محجوب نیست، اون مقداری که محجوب است لازم نیست، ولی میتوان به مقدار رفع حجاب از اون باخبر شد. البته اکتناه مقدور کسی نیست که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. نه راه برای حکیم باز است نه راه برای عارف، نه حکیم میتواند با اندیشه او را بشناسد، نه عارف میتواند با قواسیه در بهار معرفت او را بشناسد. لا یدرکه بعد الهمم مال حکما و متکلمان ولا یناله قوس الفتن مال قواسان و کسانی که متبحرن، کسانی که تو دریای معرفت فرو رفتن از این گونه از علوم به عنوان متبحر یاد میکنن. خب وقتی انسان به مقدار برتر خدای سبحان را شناخت، قهرن اسرار الهی، احکام الهی، صفات الهی، افعال الهی، آثار الهی را میشناسد. پس از چند راه میشود این را بیان کرد که بعضی از اسرار عالم برای بعضی از مردم قابل درک است. یک هم جریان است یوسف و یعقوب است که وجود مبارک یعقوب با خبر بود، خود یوسف هم بعدها با خبر شد گرچه برای دیگران مستور است. همود بر الله غالب و علا امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حالا مقطع دیگر این تاریخ یوسف سلام الله علیه شروع شد. وجود مبارک یوسف به عنوان یک نوجوانی که برده بود و ایرا آوردن بازار برده فروشان و خرید فروش شد، براخره به دربار این وزیر راه پیدا کرد و دیدن او یه انسان شایسته است، او را به کارهای اندرونی دعوت کردن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همون راه نزاهت و طهارت را ادامه داد، از دوران نوجوانی به جوانی و این بخش از سن رسید که فرمود ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. همونطوری که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، این صریح در مسئله نبوت نیست، ممکن است حکمت‌های الهی باشد، کلمات حکیمانه، آثار حکیمانه الهی باشد و علم خاص و معرفتی ویژه‌ای باشد و قابل انطباق بر مسئله نبوت هم هست، اما از این به بعد یک نبی خدمتگزار یک کافری باشد این بسیار بعید است. بنابراین نه از اون آیه و اوحینا الیهم لتنبئنهم به امرهم هذا و هم لا یشعرون استفاده می شود که وجود مبارک یوسف پیغمبر شد، نه از این آیه. تو اون آیه سوره مبارک غافر هست که به صورت روشن دلالت دارد که او رسولی بود و بعد از او هم انبیا و مرسلین دیگری آمدن، چون که در سوره مبارک انعام نام مبارک انبیا را که مطرح میکند در ردیف نام های اونها نام مبارک یوسف را هم میبرد. از اون آیات میشود جریان نبوت است یوسف سلام الله علیه رو استفاده کرد، اما از این آیات دشوار است. گذشته از این که حالا یه پیامبری بیاد خدمتگزار اندرونی یه کافری باشد این وجهی ندارد. خب منظور این که آتینا و حکمن و علما این دلیل بر نبوت نیست، میتواند قابل انطباق بر خیلی از معارف است، یکی از اونها نبوت است. غالب بزرگوارانی هم که به اون مقام میرسیدن به سن 40 سالگی پیامبر بشدن. اینجا وجود مبارک است یوسف هنوز به 40 سال نرسید، این تازه دوران ریعان جوانی او شروع شده است. اگر منظور از این
بلوغ اشد به معنای 40 سالگی می بود، دیگه در سوره مبارکه احقاف بعد از بلوغ اشد کلمه 40 را ذکر نمی کردن. در سوره مبارکه احقاف آیه 15 این است که وصی در انسان به والدیه احسان و حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها و حمله و فساله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی. این بلوغ اشد عبارت از بلوغ 40 سالگی نیست، وگرنه بعد از بلوغ اشد کلمه بلغ 40 سنه را ذکر نمی فرمود. نه تکرار برای چی؟ تأسیس اولاست از تأسیس. این کلام موجز معجز باید هر جمله معنی خاص خودش داشته باشد. مطلب دیگری که سیدن استاد رضوان داره بهش اشاره کردن این است که الان بخواد اون فتنه و ترفندی که در دربار این وزیر مصر، عزیز مصر اتفاق افتاد بازگو کند. خب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دوران نوجوانی را، حالا یا 12 سال بود یا در همین محدوده، به عنوان یک غلام خرید و فروش شد و راه پیدا کرد به دربار و اندرون این وزیر. بیش از 20 سال صبر بکنن تا اینکه این به 40 سالگی برسد و اون جوانی و ریعان و طراوت و لطافت رو از دست بدهد، تازه مورد علاقه زلیخا بشود. این که نیست، این که دوران ریعانش هست، شباب اوست، طراوت اوست، این میتواند زمینه باشد برای راودت قلتی و بیده ها. بنابراین طبق این دو شاهد این بلغ اشده و معنی 40 سالگی نیست، حتما دوران جوانی کامل هست. از نوجوانی به در آمده، به اون 40 سالگی و میان سالی هم نرسیده، بهترین دوران تراوت او فرا رسیده است. نه، هر نبی مخلص هست اما هر مخلصی نبی نیست. خب طبق این دو شاهد این بلغ اشده به معنای 40 سالگی نیست، کمال جوانی و تراوت اوست. در چنین مقطعی اون هبه الهی نصیب شد که فرمود آتینا حکمن و علما و کذالک نجزی المحسنین. هر کس اهل احسان بود، مراقب بود، مواظب بود، ما به او حکمت عطا میکنیم، علم عطا میکنیم، این علومی رو که مندگار است و علم نافع است ما به او مرحمت میکنیم و مانند. خب پس از نوجوانی در آمد و به جوانی رسید. وقتی به جوانی رسید یک هبه از طرف ذات اقدس اله دریافت شد که اون حکم و علم است، حکمت است، معرفت خاص است و مانندون، بالاخره جزء علوم الهی است، علم نافع است. در این مقطع این حادثه تلخ شروع شد و راودت حلتی هو فی بیتها. راد یرودو مراوده کردن یعنی رفت آمد به منظور ترفند و فریبکاری و جاذبه ایجاد کردن و کسی را به طمعی وادار کردن و مانند آن است. و راودت و اون زنی که هوه وجود مبارک یوسف سلام الله علیها فی بیتها بود، او را خواست مراوده کند، از خودش بگیرد نه مالش رو بگیرد، او را از خود بگیرد. یعنی انسان یه خود اصلی دارد که خود ملکوتی است، که همون خود الهی است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. وقتی از اون خود ملکوتی پایین آمد همون خود حیوانی میموند. تو بحثای قبل این دو خود مبسوطاً بازگو شد، یکی تو سوره مبارکه نساء بود، یکی هم سوره مبارکه 8. در سوره 8 دارد که نسول الله فانساه و انفسه هم، اینا خدای سبحان را فراموش کردن. خدای سبحان کیفری که به اینها داده است این است که انسا کرده، اینها را از یاد خودشون برده. اینا اون خود واقعی و اصیل خودشون را که نفخت فیه من روحی است، خود ملکوتی است، انسانیت اوست، او را فراموش کرده. درباره همین گروه تو سوره مبارکه نساء دارد که
وقتی عده‌ای به طرف جبهه‌های جنگ و جهاد علیه دشمن اعزام می‌شوند، اینا از حضور در جبهه پرهیز می‌کنند. اینا فقط به فکر خودشونند. اهمتهم انفسهم یدنون بالله دن الجاهلیه. اینا که اهل جهاد و دفاع اسلامی نیستن، اینا فقط به فکر خودشونن. خب همینا که خودشون رو فراموش کردن به فکر خودشونن. اون خود منسی، اون خود الهی و ملکوتی است که با نفخت فیه من روحی حاضر می شود. این خودی که به فکر خودشونن، یعنی خود حیوانی است، همین یأکل و یمشی است. همین در این کریمه طمع زلیخا این بود که یوسف را از اون خود ملکوتی بگیرد، از او غفلت کند، بمانه خود حیوانی. خود حیوانی که شد با او میتواند کنار آمد. و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه، نه از مقام و منصب و پست و مال و امثال ذلک. او را از خود واقعی بگیرد، از او جدا کند. وقتی از او جدا شد میشه خود حیوانی. از او که فاصله گرفت که فانساهم انفسهم شد، میشه خود حیوانی. باید با خود حیوانی میشه کنار آمد. و را بدت حلتی هو فی بیتها عن نفسه. خب اینها را از راه مراوده کردن، گفتگو کردن، مذاکره کردن، خدارایی کردن، احسان کردن به حسب ظاهر، و از طرفی هم مانع ایجاد کردن که اگر او خواست فرار کند نتواند بگریزد. درها را، نه تنها یک در، تغلیق کرده، نه قلق، هم درها را هم به شدت و با استحکام بسته است که تغلیق است نه قلق. خود قلق ابواب قلق متعدی است، اما وقتی باب تفعیل رفته هم تکسیر را هم تشدید را به همراه دارد. و غلقت الابواب اونگاه و غارت هیتلک. خب بله دیگه، مراوده معنی همین است دیگر، رفت آمد میکنم تا رأی کسی را بزنم، حالا خواه در مسائل غریزی، خواه در مسائل محبت های در تصمیم های دیگر دیگر. خب یعنی از محبت او فاصله بگیرد و دست بردارد دیگه، او رو به طور فرزند عادی تلقی کند. منطقه نفسهی نیست، اونجا سخن از خود ملکوتی و اینا مطرح نیست. انهو اباهو، پدر از او جدا بشه، بالاخره از این علاقه خاصی که به او دارد از این فاصله بگیره. خب و غلقت الابواب و قالت هی ترک. در چنین فضایی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه قال معاذ الله. این چهار برهان که نتیجه سه برهان موجبه بود به نتیجه یک برهان ساله بود در بحثی دیروز گذشت، اما ملاحظه فرمایید تو این آیه هیچ سخن از همسر زلیخا نیست، سخن از مالک مصر و عز مصر نیست. بنابراین این احتمالی که برخی ها دادن گفتن معاذ الله انه ربی، زمیر را به اون زوج زلیخا برگردوندن، این معقول است نه مقبول؟ معقول نیست، برای که یه موحدی که آتینا حکمن و علما که از یک مشرکی عنوان رب یاد نمی کند. مقبول نیست برای که شاهد ادبی ندارد. آخه در این آیه غیر از الله مرجع دیگری ذکر نشده. قال معاذ الله انه ربی، نام الله برده شد نزدیکم از اصلا نام همسر زلیخا در این آیه ذکر نشده تا بگیم ضمیر به او برمیگرده. خب انه ربی یعنی ذات اقدس اله رب من است، به اون تقریبی که صغرا و کبرایی که شکل اول در انه ربی است یک، در احسن مسمای دو در معاذ الله بود اول یک، انه ربی دو، احسن مسما بود سه، این سه برهان بود که گذشت. انه لا یفلح الظالمون، من نه تنها میخوام به کمال برسم، از ظلم هراسناکم. یه تعدی است، بله محال نیست، اما
هر کسی که به مقام نبوت رسیده است از احسن مسوای میتواند خبر بدهد، اما هر کسی که از احسن مسوای خبر میدهد که نبی نیست. خب در این بخش ها فرمود به اینکه ظلم است. برخی ها گفتن که اگر هم ضمیر به اون شخص برگردد این از باب جدال است نه برهان، این میخواد این زن رو ساکت کند، میگد به این که همسر تو نسبت به من خیلی محبت کرده است، به من جا داد، منزل و منزلت داد، این برخلاف حیاست که من نسبت به ناموس و خیانت بکنم. خب اینا خیلی پایین آوردن سطح قرآن است. وقتی انسان راه برای برهان داشته باشد نوبت به جدال نمیرسد. خب اونا بله رب دارن، ولی اون که مشرک بود الله را قبول داشت، این که نمیخواست او را هدایت کرد، میخواست خودش بگه من این کار نمی کنم. اون جایی که بخواد دیگران را هدایت کند او تو زندان است که فرمود این بت‌ها اثری ندارند، نقشی ندارند، کار از ذات اقدس اله است، من هم اتبعت و ملت آبای ابراهیم، از این بت‌ها از اینها چه کاری ساخته است؟ اما الان میخواد خودش رو نجات بده. خب من این کار نمیکنم. در این جریان بعد آیه ولقد همت بهی و هم بهاست که با اون شواهد فراوانی که رو همراهی میکند اسمت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تثبیت شده است. فرمود ولقد همت بها. خب او نه تنها مراوده کرد، یک، نه تنها درهای فراوان را با شدت و محکمی بست که هیچ جا تغلیق کرد، نه قلق نه قلق، ابواب را نه تنها یک باب را، بلکه همت به همت کرد، قصد کرد. ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه جریانش از اینجا شروع می شود و هم به ها لولا ان رعا برهان ربه، که اون جزاست، این شرط است، اون مقدم ذکر شده این مؤخر، یعنی اگر برهان رب خود را نمی دید، همون ربی که گفت معاذ الله انه ربی احسن مسوای، اگر برهان رب را نمی دید این هم قصد می کرد. خب پس فعل خارجی که واقع نشد، یک، قصد از طرف اون زن واقع شد ولی از طرف وجود مبارک یوسف سلام الله علیه واقع نشد، قصد خلاف هم نکرد. چرا؟ چون برهان رب را دید. حالا یا اضافه بیانیه است، برهانی که هو رب است، یکی از اسماء حسنای خدای سبحان برهان است، یا برهان یا سبحان یا حنان یا منان، یکی از اسامی الهی برهان است که او نور السماوات و الارض است، باهر است، ظاهر است، روشن است، برهانی که رب است دید، یا اضافه بیانیه است یا نیست. به هر تقدیر چون برهان رب را مشاهده کرده است قصدم نکرده است، چون برهان رب را مشاهده کرد قصدم حاصل نشد. اولا سخن از رؤیت برهان است، شهود است، نه سخن از اینی اخاف ربی نسیت ربی عذاب یوم علیم. در قرآن کریم از زبان اولیا و بزرگان همین سه تعبیر هست، گاهی خوفا من النار، گاهی شوقا الی الجنه، گاهی حبا لله. گاهی در قرآن آیه است که مضمونش این است که فلان انسان کامل گفت من خدا را معصیت نمی کنم، اگر بکنم از عذاب خدا می ترسم، اینی اخاف نسیت ربی عذاب یوم علیم. یا و یطعمنی و یسقین، که اینها ناظر به شکرن به نعمتهیست، شوقن الی نعمتهیست به مانند اون. یا نه حبن لله هست که انسان یک محبی هرگز حرف محبوب خود را زیر پا نمی گذارد. این تعلیل سگانه ناظر به اون تسلیس معروف است که بعضی ها خوفن من النار، بعضی شوقن الی جنه، بعضی شکرن به حبن لله معصیت نمی کن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه حبن لله و شکرن لله و شهودن لله معصیت نکرده است، نه خوفن من النار یا شوقن للجنه.
این برهان رب را دید گفت این خلاف است. در حضور او انسان خلاف بکند، نه اینکه اگر خلاف بکنی ما را جهنم میبرد، یا اگر خلاف نکنیم و اطاعت بکنیم ما را به بهشت میبرد. پس با اون جهاد اکبری که در تلیعه بحث سوره یوسف حل شد، مشکل جهاد اوسط حل کرد. الان گرفتار یه جهاد اوسط است. مسائل اخلاقی، انسان باید عادل بشود، منزه بشود، عیب نداشته باشد، نقص نداشته باشد، معصیت نکند، مهذب بشود. اینا جهاد اوسط است. جهاد اصغر همین است که بیگانه را، صهیونیست و استکبار را از کشور خود بیرون کند، نگذارد اونا طمع بکند. اماره این جهاد اصغر است که آدم میشه جنگجو و مدافع و رزمنده. اون جهاد اوسط است که انسان میشود متخلق به اخلاق الهی، و اون جهاد اکبر است که بین حکمت و عرفان است، بین عقل و قلب است. عقل برهان قائم میکند که خدا هست و قیامت هست و بهشت هست و جهنم هست. قلب میگوید اینا کافی نیست، منم میدونم خدا هست و قیامت هست و بهشت هست و جهنم هست، میخوام ببینم. تو میفهمی پای تو چوبینه، من میخوام ببینم. دیدن جون کندن میخواد. البته این دعوای بین عقل و قلب است، دعوای بین علم حصولی و حضوری است، دعوا بین حکمت و عرفان است. یکی میخواد بفهمد، یکی میخواد ببیند. وجود مبارک یوسف به برکت جهاد اکبر اون جهاد اوسطش حل کرده، یعنی اخلاقش را، نزاهتش را، طهارتش را با برهان رب حل کرده، نه برای خوف من النار یا شوق الی الجنه. ای برای یه حوری از یه زن زیبا نگذشت که یه معامله است، که رو میگن مستعیز، این عوضخواه است. این رو میگن مستقرز، قرض دارد. این رو میگن مستعوز، داد و ستد کننده است و سوداگر است و عوض طلب است. او عوضی نمیخواهد. این برهان رب مانع ارتکاب زن شده است. این خود آیه. مرحوم فیض رضوان لعلی از دیگران نقل کرده، زمخشری هم گفته که مبادا اسرائیلیات راه پیدا کنند، گفتن شما خود این سوره مبارکه یوسف رو که ارزیابی کنید، میبینید تمام کسانی که در جریان یوسف سلام الله علیه نقشی داشتن شهادت به طهارت او دادن، همه از دوست و دشمن. خود یوسف که مدعی بود سخنی بر طهارت خودش اقامه کرد. اون زن که اهل مراوده بود ترفند از او بود، اون هم به طهارت یوسف گواهی داد. شوهر این زن به طهارت یوسف گواهی داد. شاهدان داخلی به طهارت یوسف گواهی دادن. زنان مصر به طهارت یوسف گواهی دادن. ذات اقدس اله که فوق همه این هاست به طهارت یوسف گواهی داد. شیطان هم به طهارت یوسف گواهی داد. این اسرائیلیاتی هم که راه پیدا کرده، مرحوم فیض و دیگران دارن که باید اینا رو نصیحت کرد. بالاخره یا شما حرف خدا رو قبول دارید یا حرف شیطان رو دیگه. اونایی که اهل شبهه و ترفند هستن و کارشون شبه افکنیست، بالاخره یا موحدن یا شیطان دوست تابع اونن. اگر موحدن که ذات اقدس اله به طهارت یوسف سلام الله علیه شهادت، اگر دنبال روی شیطانن، شیطانم که شهادت داد. حالا بیان این امور، این هفت امر است. ملاحظه فرمایید درباره خود یوسف سلام الله علیه که دیگه نیامد عذرخواهی بکند. این در کمال شهامت و شجاعت گفت وقتی که ایستو فرار میکرد، این زن او را از پشت تعقیب کرد و الفیا سید حالد الباب، این وجود مبارک یوسف صریحا فرمود هی را بدتنی ان نفسی، این میخواست ترفند ایجاد کرد، من را فریب بدد، من بیگناه هم. این رو به صراحه گفت هی را بدتنی ان نفسی و به طهارت خود شهادت داد و مدعی هم کرد. هیچ. و در اون جریان بعدی هم گفت رب سجنو احب با الیه من ماید اونانی، این حد اکثر اینه که زندان ببره دیگه. خب همینجا خودش تریحا اعلام کرد که هی را بدتنی نفسی،
همونجا گفت رب سجنو هم با الهیه ممایت اوننی ما زندان شازنیم. پس یوسف سلام الله علیه منادی طهارت خود بود. زن اون وزیر و عزیز زلیخا اول اون حرف ها را زد، اما بعد گفت که لقد راودته عن نفسه فاستعصم. به زنان مصر گفت من خواستم او رو از خودش خالی کنم، او رو به خودم جذب بکنم، ولی او معصومانه برخورد کرد، مستعصم بود، خیلی محکم اسمتش گرفت، حاضر نشد. پس اینم زن. و بعد در اواخرم گفت الان هست حسن حق انا رابطتو. انا رابطتو رو دو بار گفته، الان هست حسن حق انا رابطتو. نسبت به همسر زلیخا هم او هم بعض این که سؤال کرد و از ماجرا با خبر شد و بعد از در آمدن از زیدان گفت اینهو من کیده کنه اینه کیده کنه از این ترفند شما زنان است. خب بس اون شوهرم اعتراف کرد به طهارت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه. زنان مصر هم که بگو مگو داشتن گفتن که زن عزیز مصر با این جوان منظرش مراوده دارد. در اون مهمانی که آمدن گفتن حاش لله ما علمنا علیه من سو، این فرشته است. نه تنها از نظر جمال فرشته است، از نظر کمال هم فرشته است. ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. بعد گفتن می که حاش لله ما علمنا علیه من سو، ما هرچی بررسی کردیم از این جوان جز طهارت چیزی ندیدیم. اینم زنان مصر. شهود اون محضرم که شهد شاهد من اهلی ها امکان قمیس و قد من قبول فصدقت به من الکاذبین و امکان قمیس و قد من دوبر فکذبت به من الصادقین. اینم که روشن شد، حالا یا کودک گهواره بود یا شاهدی دیگر بود، اینم که به طهارت وجود مبارک یوسف شهادت. بالاتر از همه ذات اقدس اله است که فرمود کذالک لنصر فعنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ما نه تنها نگذاشتیم یوسف به طرف گناه برود، اصلا به گناه اجازه ندیدیم به طرف یوسف برود، که این بحثش قبلا هم گذشت. ذات اقدس اله نفرمود لنصر فهو عن سوء والفحشاء، ما او را از بدی منصرف کردیم تا یه گرایش احساس بشود. اگر می فرمود ما او را از بدی منصرف کردیم، یعنی گرایش در او بود ولی ما منصرفش کردیم. اما فرمود لنصر ف عنه سوء والفحشاء، ما اصلا اجازه ندیدیم بدی به این طرف بیاد. بالاخره بدی یه وصفیست که از ناحیه یک مبدأ شروری به نام شیطان می آید. پس شهادت خدا این است که ذات اقدس اله شهادت داد به طهارت وجود مبارک یوسف، اونم طهارت بالا که گفت انه من عبادنا المخلصین. نه تنها مخلص است بلکه مخلص است. بنده مخلص کسی است که همه کارها عقاید و اخلاق و اعمال و رفتارش خالصا لوجه الله است. این یک. تو این مخلصین در صف مخلصان ذات اقدس اله برچین می کند یه عده ممتاز و اوحدی از این مخلصین را برای خود به عنوان عبد خالص انتخاب می کند که یستخلصهم الله لنفسه، از اون بعد می شوند مخلص. مخلص خیلی بالاتر از مخلص است. در اینجا ذات اقدس اله شهادت داد انهو من عبادنا المخلصین. شیطانم که آخرین فرد این جریان است، این خیلی دسیسه کرده از راه زلیخا ترفندی ایجاد کند، ولی خودش اعتراف کرد گفت به عزت که لغویان دام اجبین الا عباده که من هول مخلصین. من دسترسی به اینا ندارم، نه که طمع ندارم یه دلم میخواد به اینا کار نداشته باشم، اما یه کسی که خب بالاخره نظیر این پدافندها و تیراندازیها که بالاخره این هواپیما که خیلی اوج دارن، این پدافند که به اونا نمیرسد که، تیر مگر چقدر میتواند بارا برود.
این تیر شیطان به کسانی که جز مقربین نمیرسد، دسترسی نیست. گفت من دلم میخواد اما دسترسی به ندارم. به عزت که لوق بیان نو اجمعین الا عباده که من هر مخلصین. پس طبق این آیه ذات اقدس اله گواهی داد که وجود بارک یوسف سلام الله علیه انه من عباد در مخلصین، و هر مخلصی از تیررس شیطان دور است. پس وجود مبارک یوسف از تیررس شیطان دور است. پس خدای سبحان شهادت داد، شیطانم اعتراف کرد، زلیخا شهادت داد، همسر شهادت داد، شاهدان منزل شهادت دادن، زنان مصر شهادت دادن، وجود مبارک یوسف هم که همیشه از خودش دفاع میکرد. این سطر و ساقه جریانه. منتها عنصر محوری قصه یوسف رؤیت برهان رب است، نه خوفا من النار نه شوقا للجنه. اون کسی که لهم ازواج مطهره وادارش میکند که در دنیا حرام نگاه نکند، این مستعیز است، عوض کرده یه زنی را به زنی دیگر. اما اون که رؤیت برهان رب دارد که مستعیز نیست، او حبن دارد عبادت میکند، شکرن دارد میکند. لذا فرمود لقد همت بهی، اون زن قصد کرده، و هم وجود مبارک یوسف بها لولا ان را برهان ربه. بله دیگه قصد داشته، همت دیگه هم قصد است دیگه، عمل خارج که واقع نشد. همت یعنی قصد، این قصد کرده است و قصدش هم منجز بود. و اید وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همش معلق بر عدم رؤیت بود، در حالی که خدا رو رؤیت کرد. و همه به ها لولا ان رعا برهان رو، نه این اهتمام کردن. اون یه وقت از انسان مقدمات کار را فراهم بکند که اهتمام ببرزد. این قصد اولی، چون وقتی قصد اولی بود درها رو ببندد و مراوده میکند، اون مبادی دور است. این قصد اول تا برسد به مقام حمام و حمامه و اهتمام خب طول میکشد. اون وقتی که به مرحله نهایی رسید میشه شوق و اراده و امثال ذلک. شوقن مؤکدن ارادتن سما، این رو سمه کن، وصف کن. وقتی خیلی مؤکد شد میشود اهتمام، میشود همت. اون اوائل امر بود دیگه اراده نبود. آدم یه کاری که میخواد انجام بدد قصد دارد که فلون کار رو انجام بدد، اما وقتی مقدمات رو انجام داد اراده میکند. این اراده به اهتمام مال مرحله نهایی است که بعد از تهیه مقدمات است، وگرنه قصد ابتدایی البته بود، اما او رو همت نمیگن، اهتمام نمیگن. از طرف اون زن هیچ مانعی نبود، اهتمامم کرده، ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مانعش رؤیت برهان رب بود. خب چه انسانی جز مخلصین است دیگر؟ بله میتواند شهود باشد، برهان هست دیگر، برهان است، چون خدا رب است، رب را باید اطاعت کرد. اما این برهان حکیمانه است یا برهان عارفانه؟ انسان می فهمد که خدا رب است، یا نظیر اون که وجود مبارکه هست امیر فرمود افا اعبد ربا لم اره، اون وقت زیلب مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شبیه توحیدش نقل میکند که زیلب وقت از وجود مبارکه هست امیر سوال کرد است که شما آیا خدا را میبینی عبادت میکنی یا نه، فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره یا افا اعبد ربا لم اره. اون مسندش تو کتاب صدوق هست، مرسلش تو نهج البلاغه، فرمود من رو نیستم که نبینم و بپرستم. این افا اعبد ربا لم اره مال شهود این ذوات مقدس است. اون که فرمود انه ربی میتواند برهان باشد، میتواند عرفان، اما این که دارد لولا ان رأى برهان ربی، خب این پیداست عرفان دیگه. الحمدلله.